شقایق نوروزی، بازیگر و فعال حقوق زنان از بارسلون با ماست. خانم نوروزی خیلی خوش آمدید. چقدر انتقاد خانم یثربی رو قانع کننده میدونین؟ شما خودتون سابقه بازیگری دارید، تصور میکنید این دست هنرمندان آنطور که بعضی از مدافعانشون میگن آیا ممکنه چاره ای جز این ندارن، چون پلتفرم دیگه ای برای حضور اونها وجود نداره، یا اینکه نه انتقاد خانم یثربی انتقاد بجایی هست؟ من فکر میکنم انتقاد خانم یثربی رو خوب از این جهت نگاه بکنیم که داره به یک در واقع ضرورت رویکرد جنبشی اشاره میکنه. این که آیا بازیگرانی چاره دارن یا ندارن میتونه درست باشه، ما راجع به این به نظرم نباید قضاوت بکنیم و نگاهمون رو نباید به این سمت ببریم. مسئله این هستش که چه بازیگران در شرایط سخت اقتصادی باشن و چه نباشن، در این برهه از تاریخ مهم هست ما به این نگاه بکنیم که این که یک وضعیت عمومی هست. در وضعیتی که بازیگران زن، به ویژه بازیگران زن بسیاری ممنوع کار شدن، فقط ممنوع کار نشدن، انواع اقسام روش‌ها به کار گرفته شد برای اینکه اینا حذف بشن و مسئله اقتصادشون ابزاری شده دست حکومت برای اینکه تنبیه بشن این بازیگرا به خاطر نقش مهمی که داشتن در پیوست با جنبش مردم، در این شرایط بله انتقاد خانم یثربی یک سوال مهم رو داره اعلام میکنه. میگه الان بعد از اینکه بسیاری از ما ممنوع کار شدیم و مهمتر از اون فقط مسئله ممنوع کاری ما نیست، بعد از اینکه خونهای زیادی ریخته شده و زمانی ازش نگذشته، الان همکاری شما با یکی از مهمترین نهادهای سرکوب جمهوری اسلامی یعنی صدا و سیما چه توجیهی داره؟ این سوال باید بهش پرداخته بشه. حتما از جهت دوباره برگردم رویکرد جنبشی، یعنی یک سوال مهم هستش. ببینید بسیاری از دوستان ما که الان مورد این انتقاد هستند، در مراحل قبلی، اجازه بدید من اینو بگم، مراحل قبلی جنبش‌های دیگه زنان مثل جنبش میتو هم همکاری درستی نکردن با زنان دیگه. مسئله این هستش که ما به مرور آیا میخوایم که این پیوندها رو در واقع ترمیم بکنیم یا نه. من فکر میکنم سوال خانم یثربی این رویکرد رو هم داره که در اون مرحله دوباره شما پشت یک بخش از زنان رو خالی کردید، بعد رسیدیم به زن زندگی آزادی، الان دوباره این انتقاد به شما وارده، آیا میخواید به این نگاه بکنید یا نه. این رو هم بگم که مسئله الان فقط زنان نیستن، الان مردان بسیاری هم دارن همکاری میکنن، و اما ولی سوال بیشتر روی زنان میاد. اینم نکته‌ای هستش که باید بهش نگاه بشه، یعنی اینم رویکرد منصفانه ای نیستش. فشار روی زنان هست، حذف برای زنان هست، محرومیت اقتصادی برای اونها هست، بیشتر این انتقاد هم به سمت اونها میره. اما این سوال رو باز هم میشه از این دوستان ما به ویژه زنانی که این همکاری رو میکنن پررنگ پرسید که آیا به زنان همکار دیگه‌تون دارید نگاه میکنید، و مهمتر از اون به زنان دیگه که در این جنبش زن زندگی آزادی الان در میان ما نیستن به خاطر این مبارزه. شقایق نوروزی، بازیگر و فعال حقوق زنان از بارسلون، خیلی متشکرم خانم نوروزی از حضورتون در برنامه.